گرگه در خونه بزبز قندی رو زد. شنگول گفت کیه؟ گرگه گفت منم آقا گرگه. شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار گرفتن و در رو باز کردن. اون اومد هر ستا رو خورد تا ثابت کنه با کسی شوخی نداره. با این مقدمه میخوام بگم مقام عظما غصه نخور. تونل ها به ما میاموزن که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست. ولی بعدش که ریزش میکنه آوار میشه رو کلت، بعد یاد میگیری که حرف مفت و چرت و چولا نباید زد. من داشتم یه دستگاه نو برای شروع برنامه میشیدم، پر زدی توش، ولی اشکال نداره. خوب چیزی یادم انداختی، بحث حرف مفت شد. یه لحظه اجازه بدین من این صادق لاریجانی رو بشونم سر جاش. لاریجانی مشنگ، تعجب نکن که فراموشت نکردم. آدم ها هیچ وقت بزرگترین اشتباهشون رو فراموش نمی کنن. چیه این؟ بازم سوال پرت و پلا کرده؟ نه خیر، نظام زیر فشار از ناحیه حقوق بشره. خواستم پیشگیری کرده باشم این لالمونی بگیره. راست بگی، مرحوم عبوی همیشه می فهمودن بازم بهادر عرش می کردن. بله، می فهمودن که یارو تو اتوبوس نشست، تا نشست یک چک آبدار گذاشت تو گوش بغل دستیه. طرف گفت چیه، چرا میزنی، چته؟ اینم بهش گفتش که راه طولانیه، خواستم یهو زرزر اضافی نکنی. اولین سوال به نقل از آقای روحانی که گفتن چرا بند میکنین به کت و عینک تیم مذاکره کننده. گیرم کتش کج باشه. کتش کج نیست، پالونش کجه. خود آقای روحانی هم یه مقدار پالونش یه زاویه‌ای داره، وگرنه برای چی وسط بحث سیاسی با انگوش زد تو چش و چال مقام عظما و گفت عقل سالم در بدن سالم است؟ منظوری نداشته آیه دکتر. یه نامه اومده از عین عباس عراقچی، همون عراقچی خودمون. بله، گفته ما تو مذاکرات حرفای عظما رو زدیم دیگه. گفتیم عظما فتوای حرام بودن بمب اتمی رو صادر کردن، پس چرا اینقدر میزنن تو این سرمون؟ آخه مشنگ، عظما اونو برای خر کردن یکی دیگه گفته، تو رفتی بالای درخته. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن. بله، میفهمودن که مشنگ رفت کله پزی. فروشنده گفت چشمم بذارم. مشنگه گفته که آخ جان، قایم موشک دوست دارم، ولی من توی این یه ذره مغازه کجا برم قایم بشم؟ الان فروشنده تشنج کرده، گوسفنده زنده شده، اپاتین اومده بیرون، خودشو تکونده و گذاشته پا به فرار. آی دکتر، آمریکا چند تا رئیس جمهور داره؟ یه دونه. پس چطوری دو تا جناح میگن رئیس جمهور آمریکا به نفع ما صحبت کرده؟ یعنی ممکنه از مقام عظما یاد گرفته باشه که هم میگن برین مذاکره بکنین، هم میگن که مذاکره خوب نیست. قربونت برم، هیچکی با مقام عظما مقایسه نکن. این بدبخت بیچاره که هم مذاکرات رو تایید میکنه هم میگه من اعتمادی ندارم، ریشش جای دیگه گیره. ولی اون جناحایی که میگن اوضاع به نفع ماست و صحبت ها به نفع ما بوده، اونا رو به من نشونشون بده تا از تو کمای استراتیجیکی بیارمشون بیرون. معلوم اصلا نفهمیدن که چی و برای کی دارن میگن، چی رو چه حرفی رو بهشون میزنن، چه کارشو میخوام بکنم. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن. بله، میفهمودن پرستاره به مشنگی گفت بخواب تا آمپولتو بزنم. مشنگی گفت نه، خوابم نمیاد. روشن شد یا همچین بزنم که بخوابی تا آمپول بزنم. بعدم این جعفری فرمانده سپاه میگی دیگه. بله بله، که میگه عمق استراتژیکمون رو کیلومترها اونورتر بسیم. منظورش چیه؟ این که لو میده که نیروهامون هم تو سوریه دارن کشته میشن، هم تو عراق، هم تو لبنان. تو مراکولاتو بنداز آسمون هفته که همینقدر دست گل به آب داده. این که اخه استراتژی حالش نیست که بفهمه خوردنیه یا پوشیدنی. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن. بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن که با لباس تو رودخونه چه کار میکنی؟ گفت هیچی، دارم لباسامو میشورم. گفتن که خب مگه تو خونتون ماشین لباسشویی نداری؟ گفت چرا، داریم، ولی هر وقت میرم توش اون تو سرم گیج میره. روشن شد یا همچی بزنم که گیج بشی اینجا؟ من گیج نمیشم آیا دکتر. این تیم مذاکره کننده بوده که بعد از 10-12 دور مذاکره دستاوردشون پیاده روی مشترک بوده. الان پیاده روی که ساله، این دفعه غیر از قدم زدن باید یه دور کولی هم بدن. مشنگا یادشون رفته که مذاکرات برای یه کار دیگه بوده، دید و بازدید نبوده ها.
مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمودن چند تا داداش شوت بودن، شوت سنگین، باباشون مرد، برای تشییع جنازه جمعیت زیادی اومد، اینا با هم مشورت کردن، یه فکر بکی به ذهنشون زد و تصمیم گرفتن شب هفتم بلال بفروشن، چهلم هم بیلیتی کنن. آخه ظریف، با اجازه دکتر همچی بزنمت که با خاک یکسان بشی. بیرگ، مذاکرات شکست خورده، مقام عظمه رفته زیر رادیکال، حالا این خیالت نیست، تو خیابون قدم میزنی؟ خودکار قرمزم که باباش بمیره تا چه روز مشکی میمیسه بعد بعد. بله بله که درسته. تو همین رابطه یه نامه هم داریم از سردار قاسمی، گفته روحانی خوب نیست این همه عوضی باشی، مگه نمیدونی مقام عظمه همین چند وقت پیش بود که عمل کرد، قلبش ضعیف بدبخت، گیرم که با این حرفات این پیرمرد بدبخت فلک زده رو کشتی، بدبخت خودت یتیم میشی. اون قاسمی هم که جست دلواپسی میگیره دلش برای عظمه نسوخته، اینا میخوان نون سپاه تو روغن بمونه. ولی خیلی از عظمه دفاع آتشین میکنه ای دکتر. بونشو نخور، کلمات شیک و پیک همشه نشونه عشق علاقه نیستن، اونم پالونش از اون ور کجه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که پیر مرده میخواست پسرش رو صدا بکنه، هی میگفت عزیزم، زندگیم، اصلم، شیرینم، قربونت برم اینا. بعد توی فرصتی رفتن ازش پرسیدن، گفتن که رمز عشق علاقت به این پسره چیه که قربون صدقش میری؟ گفت بابا یه 10 سالی هست که اسمشو یادم رفته، بد اخلاقم هست، اگه بفهمه کلمو میکنه. آی دکتر، این مقام عظمای فلک زده چند تا امام جمعه نمره موقت داره این طرف و اون طرف، هر کدوم یه مدلی هست، آدم میمونه که کدومشون کمتر مشنگه، یکیشون همش گریه میکنه، یکی شاخشونه میکشه. آی دکتر، این داستان مشنگبازی حاج جنتی چی بود وسط نماز جمعه که داشت به زنده و مرده فوش میداد، یهو گفت حرف مفت نزن، این با کی بود؟ با خودش حرف میزد؟ نه بابا، بیچاره بدبخت خب میدونست که الان چی میخوام بهش بگن، اومد پیش دستی بکنه. مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمونه که تو تاکسی هر کی پیاده میشد در محکم میبست، راننده زیر لبی یه فوشی بهش میداد، میگفت الاغ بیشعور. آخری مشنگه بود که وقتی پیاده شد در رو خیلی آروم بست، دید راننده در همینجوری بر رو بر نگاش میکنه، گفت چیه الاغ باشعور ندیدی؟ در پایان آیه دکتر، قبل از خداحافظی یک پیام دارم به جوانان جهان در رابطه با پیام فراموش شده مقام عظما که قرار بود سونامی را بندازه. بله، ایشون رو درس زندگیتون بکنین. پیام ایشون هیچ فایده‌ای که نداشته باشه، عبرت روزگارتون هست. حرف چرت و چولا که بزنی کسی محل سگ نمیذاره، این درس بزرگ ایشون بود. سب کنم ناکس باید نصفی حرفا رو میزنه وردفه اینجا آرم شنگه را میداختی، الان تو خود زیپ دهن رو کشیدی، هرچه داره دمیرم من... مقام عظما رو شستی چلون دویزون کرد بس که مقام عظما رو نیبردم راجب پیام ایشون رو بکردم از همون من رو به هم نشتم.